سلام به دوستان و همراهان کانال پارسی تیوی. در این ویدیو به واکنش استاد مسعود کیمیایی، مرد پشت پرده سینما ایران، به صحبت‌های جنجالی گوگوش در ویدیوی اخیرش پرداختیم. پس با ما همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. مسعود کیمیایی متولد 7 مرداد 1320 در تهران، کارگردانه. فارغ التحصیل دیپلم متوسطه از دبیرستان بدره. از موسیقی و ساز پیانو شروع کرد تا اینکه با دستیاری به کارگردانی رسید و 3 بار هم ازدواج کرد. بعد از گرفتن مدرک دیپلم به همراه چند نفر از دوستان خود گروه انتشارات ترفه رو تأسیس کرد. سپس به موسیقی علاقه‌مند شد و شروع به یادگیری پیانو و گیتار کرد. از سال 1345 وقتی 25 ساله شد وارد گروه دستیاری ساموئل خاچیکیان کارگردان شد و در فیلم خداحافظ تهران تجربه‌های زیادی به دست آورد. هیچگاه به کلاسی نرفت و تمام آموخته‌هایش از دستیاری بود. ایشون سال 1347 وقتی 27 ساله بود اولین فیلم مستقل خود به نام بیگانه بیا رو کارگردانی کرد که استقبال چندانی از آن نشد و در گیشه شکست خورد. کیمیایی سال 1348 در دومین تجربه کارگردانی خود فیلم قیصر رو با حضور چهره‌هایی چون بهروز وثوقی، ناصر ملک و پوری بنایی ساخت. این فیلم رکورد فروش گیشه رو شکست و به اثری ماندگار در تمام ادوار سینما و هنر ایران تبدیل شد که هنوز هم به عنوان یک فیلم شاخص از اون نام برده میشه. کیمیایی در 7مین تجربه خود در سال 1353 فیلم گوزن‌ها رو با حضور دوباره بهروز وثوقی و فرامرز قریبیان ساخت که به زعم بسیاری بهترین فیلم کیمیایی است. آخرین اثر او قبل از انقلاب فیلم سفر سنگ در سال 1356 بود تا اینکه سال 1360 با فیلم خط قرمز دوباره پا به عرصه سینما گذاشت. مسعود کیمیایی اولین بار در سال 42 وقتی 22 ساله بود با دختری به نام مهشید ازدواج کرد که ثمره آن دختری به نام گیلا شد که اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کند. در نهایت این زندگی به خاطر اختلافات فرهنگی به جدایی ختم شد. ایشون برای بار دوم در سال 1348 وقتی 28 ساله بود با زنده گیتی پاشایی که آهنگساز و خواننده بود ازدواج کرد و از وی صاحب یک پسر به نام پولاد کیمیایی شد. خانم پاشایی در سال 74 در 54 سالگی به خاطر سرطان سینه فوت شدند. مسعود کیمیایی 2 سال بعد از فوت همسرش در سال 76 وقتی 56 ساله بود با گوگوش خواننده مشهور ایرانی ازدواج کرد و 6 سال زندگی مشترک داشتند. نهایتاً با خروج گوگوش از ایران در سال 82 از هم جدا شدند. خودشون میگن ازدواج سوم من با خانمی بود که در زندگی خصوصی من بسیار خانم بزرگوار و پاکیزه‌ای بود. من زندگی دیگرش رو نمیشناسم. ایشون انسان فوق‌العاده‌ای بودن. با اینکه مسعود کیمیایی همیشه و در همه صحبت‌هاش به پاک بودن و زیبایی اخلاقی گوگوش اشاره کرده بود، ولی این بار پس از مدت‌ها و سال‌ها خانم گوگوش در ویدیویی که به تازگی از او منتشر شده، مسعود کیمیایی رو به موضوعاتی متهم کرد مثل چشم داشتن به عشق، زمان زندگی با گیتی پاشایی و البته جنجالی ترین صحبتش یعنی اعتیادش به تریاک در زمان رابطه با کیمیایی. پس از انتشار این ویدیوی جنجالی در فضای مجازی، حسین لامهای کارگردان و مستندساز با انتشار استوری در صفحه اینستاگرامش نوشت: با مسعود خان کیمیایی حرف زدم، مفصل، پاشون رو عمل کردن، نمیتونن راه برن، خسته تر از همیشه. مصاحبه دیشب گوگوش رو هم دیده بود و همین غمگین ترش میکرد. حرف هایی زد که قابل گفتن نیست و دوست نداشت منم بیان کنم. فقط آخرش گفت عزیزم من وقاحت بلد نیستم، بلد نیستم آدمها رو به لجن بکشم، بلد نیستم جواب این همه بی‌معرفتی رو بدم، وگرنه حال و روزم این نبود. بیان نقطه های پنهان این رابطه پس از سالها توسط گوگوش حواشی زیادی در برداشته و در هر صورت این جنجال ها دامن مسعود کیمیایی رو هم خواهد گرفت و ایشون رو هدف حمله های مختلف خواهد کرد. ولی مسعود کیمیایی از اونجایی که خیلی تمایل به درگیری با حواشی رو نداره، این بار هم سعی کرده بدون بیان موضوع خاصی فقط از این مسئله بگذره و توجه خاصی بهش نکنه. استاد کیمیایی در قامت بازیگر در سال 82 در فیلم مستند 800 قدم دلال زار به کارگردانی امید شریف موسوی مقابل دوربین هم رفته. این فیلم روایتی از خیابان مشهور تهران قدیم، خیابان لاله‌زاره. تم اغلب فیلم‌های کیمیایی با باورها و ارزش‌های انسانی در جایگاه یک فیلمساز جامعه‌گرا ساخته شدند و از جوانمردی، غیرت و رفاقت تا سرحد مرگ قصه می‌گوید. او قهرمانانش رو با این صفات در بستر جامعه امروزی با مشکلات سیاسی و اجتماعی درگیر می‌کنه تا از ارزش‌های خود دفاع کنه. تعداد زیادی از بازیگران برجسته ایرانی رو کیمیایی مطرح کرد. فرامرز قریبیان، فریبرز عرب نیا، بهمن مفید، سعید کنگرانی، فریماه فرجامی، محمد رضا فروتن، فرامرز صدیقی، احمد نجفی، میترا حجار و خیلی های دیگه. از کارگردانان مطرحی همانند تهمینه میلانی، امیر نادری، سامان مقدم و باز هم عده زیاد دیگه ای نیز کار خود رو ابتدا با سینمای کیمیایی شروع کردند. مسعود کیمیایی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق مدت‌ها پیش گفت که جنازه فروغ فرخزاد رو به دلیل نبود غسال زن پس از جاری شدن صیغه برای محرم شدن به او شسته. گفته میشه استاد کیمیایی با نام مستعار نصرت فرزانه برای اولین آلبوم گوگوش به نام زرتشت ترانه‌سرایی کرده که هیچگاه این موضوع رو تایید یا تکذیب نکرده. مسعود کیمیایی در سال 1380 اولین کتاب خود به نام جسدهای شیشه‌ای رو به چاپ رسوند و چهارمین کتاب وی، رمانی به نام سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ ندارد، رو در سال 94 منتشر کرد. در مورد شخصیت و کارهای این کارگردان بلامنازه نیز تاکنون 5 جلد کتاب توسط منتقدین و علاقه‌مندان وی چاپ شده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو راجع به این اتفاق جنجالی و این واکنش مسعود کیمیایی پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.